درود به تمام دوستان، میخوام در این قسمت شما رو با 10 قانون مهم که شامل ملکه الیزابت نمیشه آشنا کنم. امیدوارم براتون جالب باشه. شماره 10، حداکثر سرعت مجاز خیابان‌ها و اتوبان‌ها شامل ملکه الیزابت نمیشه و اون میتونه با هر سرعتی که دوست داره رانندگی کنه، ولی با این حال او هیچ وقت از این حق سوء استفاده نکرده. شماره 9، به دلیل اینکه تمام گواهینامه‌ها در بریتانیا به نام ملکه صادر میشه، پس اون احتیاجی به گرفتن گواهینامه نداره و حتی نباید امتحان رانندگی هم بده. با همه اینها او یک راننده خوبه و تا به حال خلاف نکرده و خوبه بدونید که در زمان جنگ او یک راننده آمبولانس بوده. شماره 8، ملکه الیزابت نیازی به پاسپورت هم نداره. مثل گواهینامه، پاسپورت های بریتانیا به نام او صادر میشن، پس او میتونه خیلی راحت و بدون پاسپورت از بریتانیا خارج و به سفر بره. شماره 7، ملکه الیزابت از ارائه اطلاعات معافه. در بریتانیا مثل بیشتر کشورها، مطبوعات و عموم مردم این اختیار رو دارن که از افراد مشهور سوالات مختلف بپرسن، اما اعضای خانواده سلطنتی با استفاده از قدرت خود از این قانون معاف شدن. آنها آزاد هستن که اطلاعات شخصی رو به هیچ کس ارائه ندن. شماره 6، ملکه الیزابت موظف پرداخت مالیات هم نیست، ولی با این حال و از سال 1992 و به صورت داوطلبانه مالیات بر درآمد خودش رو پرداخت میکنه. شماره 5، ملکه میتونه به اختیار خودش علیه هر کشوری اعلان جنگ کنه. معمولا این تصمیمات توسط مجلس گرفته میشه، اما آنها رسما به اجازه ملکه الیزابت نیاز دارن. شماره 4، از لحاظ قانونی کسی اجازه نداره از ملکه الیزابت شکایت کنه. او این حق رو داره که در دادگاه مدرک ارائه نده و مورد مؤاخذه هم قرار نخواهد گرفت. شماره 3، ملکه الیزابت محافظ تمام فرزندان در بریتانیا است و اگر بخواد میتونه فرزند هر کسی رو ازش بگیره. شماره 2، ملکه الیزابت حق داره که در شرایط خاص وارد هر ملکی بشه و یا هر چیزی رو تخریب کنه. واقعا قدرت ترسناکی داره، ولی او شخص قابل اعتمادیه. و در آخر اینکه ملکه الیزابت نشون داده که فردی قابل اعتماده و در هیچ شرایطی از قدرت خودش سوء استفاده نکرده. ولی حالا فکر کنید یک روز ملکه الیزابت قاطی کنه و با سرعت سرسام‌آور رانندگی و به چند کشور اعلان جنگ بده و بچه‌های مردم رو بگیره و چند تا از ملک‌های مردم رو هم تصاحب کنه. فکر می‌کنید چی بشه؟